عضو کمیته بستن اشرف به شورای وزیران گفت امروز خشونتی نیست ولی فردا تضمینی ندارد. پناهندگان اگر بخواهند ما را اخراج کنند تنها اجساد ما را خارج خواهند کرد. هیئت یونامی ساکنان اشرف را حتی در داخل عراق نیز نمیتوان جابجا کرد. 24 نماینده پارلمان عراق با امضای سندی اخراج ساکنان اشرف را محکوم کردند. سازمان ملل متحد پناهندگان اشرف حفاظت شده بین المللی هستند. سلام از زوبی. حکومت عراق نمیداند که چه میخواهد. ساکنان اشرف از نظر بین المللی حفاظت شده هستند. صالح مطلق این کار با اصرار حکومت ایران صورت میگیرد. بیست و هشت کیلومتر بعد از خالص و در ابتدای صحرای العظیم در سمت راست جاده قرارگاه اشرف قرار دارد که در حال حاضر عمر آن دقیقاً 24 سال است و دور تا دور آن را برای تمرینات تانک و تیراندازی و دیگر آموزش‌های نظامی سیاج کشی کرده بودند. این محل با موافقت دولت سابق عراق به محلی برای استقرار اعضا و رزمندگان سازمان مجاهدین خلق تبدیل شد و وقتی سایر مقرهای مجاهدین تخلیه شدند همه رزمندگان سازمان در قرارگاه اشرف جمع شدند. قرارگاه اشرف تحت حفاظت آمریکاییان قرار گرفت و دولت آمریکا با ساکنین اشرف قراردادی را امضا کرد و بر اساس آن ساکنان اشرف را در ازای جمع‌آوری سلاح‌هایشان طبق بند 7 کنوانسیون 4 ژنو شهروند حفاظت شده شناخت و حفاظت از آنان را به عهده گرفت و این چیزی است که دولت عراق به رغم تمامی درخواست‌های بین‌المللی مبنی بر ضرورت احترام به موقعیت قانونی اعضای سازمان مجاهدین خلق تا کنون به آن اعتراف نکرده است. به دروازه قرارگاه اشرف رسیدیم و به جای اینکه ساکنین اشرف را ببینیم که از آن حفاظت می‌کنند مثل دورانی که آمریکایی‌ها مسئولیت حفاظت را به عهده داشتند با تعدادی از افسران و سربازان عراقی مواجه شدیم. سپس وارد قرارگاه شدیم. قرارگاهی که طبیعت خود را حفظ کرده است و ساکنین آن توانستند آن را از یک پادگان به یک شهر تبدیل کنند. شهری با آسفالت‌های تمیز که در کناره‌های آن انبوه درختان آکالیپتوس سبز و درختان تزئینی و گل‌های تزئینی کاشته شده است. و باید اعتراف کنم که فکر می‌کردم طی این یک سالی که از محاصره اشرف توسط عراقیان بعد از تحویل گیری مسئولیت حفاظت می‌گذرد این محاصره آنان را فرسوده کرده و دیگر به دنبال کاشتن گل نیستند بلکه درگیر بلواهای سیاسی هستند. اما من اشتباه می‌کردم. حتی در ساعت 11 صبح که ما به اشرف رسیدیم شماری از آنان در حال آبیاری درخچه‌ها و حرس کردن و رسیدگی به گل‌ها بودند. انگار نه انگار که یک ساعت و یا دو ساعت دیگر می‌خواهند آنان را منتقل و جابجا کنند. از میدان اشرف و میدان جشن‌ها و میدان برج و میدان لاله گذشتیم و هیچ کس را ندیدیم. گویی که جاده را جهت عبور و مرور ما تخلیه کرده بودند و ما بدون هیچ گونه مواجهه با ساکنین شهر با ماشین همه قسمت‌های شهر را بازدید کردیم. من قبلا از قرارگاه دیدن کرده بودم و نقشه آن را می دانستم و می دانم که در آن دانشگاهی برای تدریس علوم و زبان از جمله عربی و همچنین آموزش کامپیوتر و الکترونیک و امدادرسانی و کمک های اولیه وجود دارد و همچنین کارگاه های تولیدی که پیشرفته ترین وسایل چوبی و درب و پنجره فلزی و اتاقک های پی ساخته را به سراسر عراق صادر می کردند و بعضا آمریکاییان هم مشتری آنان بودند.
خیلی روشن و راست بگویم و به معنای دقیق کلمه، آنان شبیه به زنبوران عسل هستند که به طور خستگی ناپذیر کار می کنند و مخارج خود را تامین می نمایند. آنان مجتمع هایی برای تولید انواع شیرینی ها و نوشابه های گازدار دارند و دارای گلخانه های شیشه ای برای کاشتن و پرورش درختان تزئینی می باشند. آنها دارای مجموعه های ویلایی و یک مجموعه آپارتمانی که هتل ایران نام دارد می باشد و در آنجا از میهمانانشان استقبال می کردند. این میهمانان شامل بستگان ساکنین اشرف و یا دوستانشان در خارج از عراق بودند. آنان در زمانهای کوتاه بین ساختن مجموعه های ساختمانی به هرس کردن درختان قرارگاه می پردازند. دولت با ممنوع کردن ورود سیمان و آجر و دیگر مواد ساختمانی برای آنان محدودیت ایجاد کرده است. در داخل این قرارگاه یک بیمارستان کوچک وجود دارد و در ورودی قرارگاه یک درمانگاه برای معالجه اهالی منطقه از زنان و مردان و کودکان و افراد مسن منطقه وجود دارد، ولی این درمانگاه بسته شده است. آنجا خیلی چیزها وجود دارد که اکنون فرصت صحبت در مورد آنها نیست و من نمی‌دانم که آنها چگونه آنجا را ترک خواهند کرد و دولت عراق بعد از آن چگونه عمل خواهد کرد. آیا آن را مصادره خواهد کرد یا ما به ذه آن چیزی خواهد پرداخت؟ ولی حقیقتاً آنها با کار و کوشش و اموال خود در این قرارگاه مخارج زیادی کردند. متوجه نشدم که چگونه همراه با دیگران خودم را در یک مجموعه اتاقک‌های پیش ساخته یافتم که اکنون ارتش عراق آنها را اشغال کرده است. سرتیب باسل حمود در یکی از آنها نشسته بود. او عضو کمیته بستن اشرف وابسته به نخست وزیری می باشد و همراهش 4 تن از افسران بلندپایه وزارتخانه های دفاع و کشور بودند. او در مصاحبه مطبوعاتیش گفت موضوع هایی که کمیته تعیین کرده بود به پناهندگان ایرانی در اشرف ابلاغ شد و او منتظر جواب از طرف آنهاست. هنگامی که از سرتیب باسل سوال شد که چرا شما توقع دارید حوادث خشونتبار 6 و 7 مرداد مجدد تکرار شود، او پاسخ داد که چنین توقعی ندارد و امیدوار است که پناهندگان ایرانی در اشرف به پیام دولت عراق جواب مثبت بدهند. وقتی که سوالم را مجدد تکرار کردم که اگر ساکنین اشرف به این پیام ها جواب مثبت ندهند و برماندن در اشرف تاکید کنند چه خواهد شد، سرتیب باسل در جواب گفت در آن حالت برای هر حادثه‌ای سخنی است. متقابلاً شماری از ساکنین اشرف گفتند که اگر آنها بخواهند به زور ما را از اشرف خارج کنند، باید جسدهای بیجان ما را خارج کنند. همه ما وصیت‌نامه های خود را نوشتیم. در هر صورت نمی‌خواهم از وقایع پیشی بگیرم و نمی‌خواهم در مورد هر یک از طرف‌ها قضاوت کنم. فقط به خیانت نکردن در نقل و گفتار بسنده می‌کنم و داوری را به صاحبان نظر می‌سپارم. منظورم مردم عراق و وجدان‌های انسانی است. اما شکی ندارم که آرامش وضعیت در اشرف در زمان حضورمان در اشرف بعد از رفتن ما تمام می‌شود و این چیزی است که بسیاری از ساکنان قرارگاه گفتند. و قبل از خداحافظی با دست به گروهی از نیروهای ضد شورش اشاره می کردند که دادندان به زره و باتونهای برقی مسلح بودند. و هنگام توقفم در دروازه قرارگاه چندین آمبولانس را دیدم که به خاطر آنچه که توقع داشتند به حالت آماده در آمده بودند. هنگام خداحافظی تعدادی از زنان و دختران ساکن قرارگاه پلاکاردهایی را بالا برده بودند که در آن دستورها و دیکته های رژیم ایران به دولت عراق علیه ساکنین اشرف محکوم شده بود. در همین حال سخنان سرتیب باسم به خاطرم آمد. امروز خشونتی در کار نیست ولی فردا هیچ تضمینی ندارد. من از آنان عکس گرفتم. یکی از آن زنان به پنجره ماشینم نزدیک شد و با صدای بلند گفت به همه بگویی که اشرف خانه ماست. آیا کسی هست که حاضر باشد خانه خود را ترک کند؟